نرمندش نقطه توجیک است که چند ساعت قبل از مرگش در روز 9 دکبر سال 2010 در استودیای گروه پریم ثبت شده است. این سرودی دوئت بود که با شاگردش هنرمند نوخط ساربان سروده و اما تنظیم نشده است. Ну, в принципе, вот здесь Сухроб записывал основные свои песни, то есть все, которые Сухроб аксари сурудҳои худро дар ҳамин студия, дар ҳамин утоқи кӯчак сабт кардааст. Ва санаи 9 декабр низ бо шогирдаш дар ҳамин студия охирин сурудашро суруда буд. Записали свою последнюю песню. Вот так получилось, это получается. Дуоям кукеда Койту мурдам До чашми مرگ سهراب سفرزاد هنرمند جوان و اما معروف تاجیک هنوز هم مرموز است، ولی به قول شاهدان حال روز ثبت آخرین سرود خیلی پریشان خاطر بوده و برای ثبت این سرودش خیلی عجله داشته است. پس از آنکه این حادثه رخ داد و سهراب فوتید، مرا یک سخن او خیلی متحیر میکند که روز ثبت آخرین سرود میگفت این شاید آخرین سرودی من باشد و باید حتما این سرود را همین روز ثبت کنیم. روستی گب اول منده ای وزارت کارهای داخلی ای اونجا من در زنگ زدن که سهرابا ندیدی. من گفتم نه با زنگ با یک کسی دیگه زنگ زد با ای همونجا. من گفتم نه اخ چی گفت ای برادارم بسال تنجی ای و اومده هیچی نگفتم. بعد من به همین خاطر سهراب رحمتی را زنگ زدم که اون کس استراحت داشتیان در خانه خچون. بعد که ویو دیدن من زنگ زدگیم ویو من برگشته زنگ زدم و من گفتم که هم خیلی سهراب جان ترا پرسیدستان تنجی های گفت الحمدلله تنجی های همه سر فویز های آخران صحبتی ما همین شد که همین در بروی همین بچه پرزنی من چل ترس داشت در درونش یک وهم و بایی من در اومدو. گفت که اوچه مرا چخیل غامید غام تو دستیان گفت سه رو شد مرا میبرن گفت میپرسن گفت اکو نمیدونم اینا چی میخواهن یکون چه در کاره من بستنی هم گفت دوست شون خونه همی دوست شون همجا بود همجا آمده که بده شب خیلی همی شب ما همجا روز میکنم گفته بعد پگه میرم گفتن ده سهر خستیان چوی خری بدور کدن ده که اوجه وفوت کده که بده شبهای دراز نالدان دل من سخی سی نا سزا دارد دل من گفتم بیروم درد دل من نکنم از درد دلم خبر ندارد در مراسم جنازه سهراب سفرزاد معروف با موین تاجیک صدها مخلص و هوادار و دوستان و پیوندان از فراق ابدی هنرمند جوان مرگ اشک می ریختند. هرچند سبب مرگ او را رسما اعلان نکردند اما روحانیان در رسم جنازه او از پیامدهای ناگوار استفاده مواد مخدر صحبت می کردند. یک بلای امروز بین جوانان ما سیر می کند که مواد مخدر می گویند. اکثریت جوانان با استعداد ما قربان انا امین فساد گشتند. باورم مرو از برم من تنهایم با جانم قسم دل واپسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آه
از سهرابی سفرزاد یک آلبومی ترانه ها باقی موند که اکثر در پیروی به سبک موئین سراینده ایرانی تبار آمریکایی سروده شده است. آلبومی دومی او ناتمام و ناسروده باقی موند. فقط مخلص موئین بود بچم ده همین میخواست که رنگ آموزش رنگ موئین باشه. با همین یه روز رفت همین نمیدانم بجا یک مرکه شد خانه این خشم توی رفتیم طرف ورزو خرنگان با همجا رفتیم و با بچه من اومد از تاگ دزی گوشی من گفت که اوچاب ما همجا یه سرود بخونم هیچ ایدم نمیبرم سرودی اولی بچه من که در گذری ما دو قد بلند میگردم خونم خرنگو با این باید خونم یک که همی خیل آوازی بچه هم همی خیل فورم و خوش روی صدو داد که ها ما همی خیل خیلی کارم که همی دقتی هم از سرز جلب شده هم باید امروز نشستم تا سبا با یاد چشمان سیان سهرابی سفرزاد اما مکتبی موسیقی را نخونده بود حتی پس از ختم سنف 8 و آموزشگاهی کندکاری شامل شده بود و میخواست کندکار شود. زیرا فرزندی بزرگ خانواده بود و مادر میخواست پسرش به زودی دستگیر خانواده شود. سهراب جان همیشه در زندگی درد داشت و همیشه این درد از خردسالی بابای بود و همیشه گاهی جایی همیشد که در این باره حرف میزدیم و یاد میکرد. به شبه از آن دلگیر بود که از خردسالی پدر از آنها جدا شده بود و همیشه در زندگی این چیز کمبودی بود در زندگی و به پدری و ایجا یادم نمیاد برای که روزی توی عروسیش پدر شما دگی با جای سهراب تبریک نو مهربان تبریک دگی سهراب گفت این به حد برای وای دردناک بود که پدرش رو نشناخت. بیا با هم سهرابی سفرزاد در زندگی خانوادگی نیز موفق نبود. از همسر اول با یک دخترچه جدا شد و پس از چند سال مجردی در ماه مارس سال جاری دوم بار خانه‌دار شد، اما فرصت نداشت که دوباره فرزنددار شود. روز خانه برومد قد گونون تک دریزه داشته که بدهیم که ماشینشون من نکنه با پیش ما شد گذارنی میگذاره. همه دوگونون نگوش میکنن و نگونه میکنم ایزو میکشم سرم خان. میبینه که من نگونه کدستم شد. سراز عقفم جرو شروع میکنه و رای انام دختا مقبول شد خونه شونه بیوی. سهراب تصمیم داشت با همسر جوانش به هندوستان سفر کند. در این کشوری افسانه ها شهد محبت به سری بیچشد. آلبوم تازه اش را نیز آنجا ثبت کند. بعدان در دوشنبه نخستین کنسرت بزرگش را برگزار کند و مهم از همه دوباره صاحب فرزند شود. آرزوهایی که با او زیر خاک سرد رفت. من ندیدم یقین چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین عاشقی روی تویم رنگ زردم ببین نازنی نازنی دلبری ما جبی نازنی نازنی دلبری ما جبی.